آقای یاشار بفرمایید، خواهش میکنم. سلام، خسته نباشید جناب آقای موحد. علیکم السلام، سلامت باشید آقای یاشار، بفرمایید، خواهش میکنم. وقتی که جوابی برای یک استدلال نباشه، هر چقدر هم بخوای زور بزنی، این ور بزنی اون ور بزنی، درست نمیشه آقای موحد. زیاد خودتو اذیت نکن. وقتی که شما اومدید که بحث ترس رو مطرح کردید، وقتی که جوابی برای استدلال مقابلش نباشه که مثلا پیامبر هجرت کرد چون میترسید هجرت کرد، و یا اینکه خلیفه سوم وقتی که برخی صحابه حمله کردن به خونش و جسارت کردن به اهل بیتش و منزلش و به شهادتش رسوندن، از ترسش دیگه حتما در مقابلشون دفاع نکرد، در نیومد جلو در واسهشون با اونا دعوا همسرشو کرد نکشتم، بیاره. نه، هیچ همسرشو کدوم از اینا نکشتم. نه من نبود. الان چه خنده داره نه واقعا نه این چی همین میگه دیگه، استدلال؟ جسارت من که کردن جواب به دادم حرف به اون، من خودش. جواب میدم به رسول الله. اصلا ترسیدن چیز طبیعیه، حضرت علی بترسه طبیعیه، رسول الله بترسه طبیعیه، موسی قبلش خداوند متعال به موسی میگه که برگرد لا تخف، میگه نترس، ما این از این معجزه ای که بهت دادیم میگه نترس. در این حد ترسیدن چیز طبیعی است، موضوع ما ترس نیست. چرا شما نمیدونید؟ چرا شما میفهمید ولی نمیخواید به سر موضوع اصلی؟ به خاطر اینکه نمیتونید بهش پاسخ بدید. من به شما پاسخ میدم. رسول الله علیه السلام میگی ترسید، باش. رسول الله علیه السلام شبی که میخواستن به شهادت برسونن ترسید. رسول الله علیه السلام قبلش برنامه ریزی کرده بود به اسلام عزت بده، به اسلام عزت داد، حکومت اسلامی رو توی مدینه منوره تشکیل داد و قال گذاشت سر اون بدبخته مشرکین، هم کلا گذاشت، نتونستن کسی رو بکشن. رسول الله نقشه کشید، رفت حکومت اسلامی رو تشکیل داد، بعدش هم برگشت اسلام رو به مکه برگرد. این اتفاقی که برای رسول الله علیه السلام افتاد. اهل مکه مسلمان ها تحت فشار بودن، رسول الله علیه السلام دستور داد که آقا هجرت بکنید. هجرت کردن به حبشه، بعد هجرت کردن به مدینه، دو بار هجرت کردن به حبشه. اگر شما اسمش رو میذارید ترس، ما اسمش رو میذاریم حفظ جان. رسول الله علیه السلام حفظ جان انجام داد. علی ابن ابی طالب ساختگی شما نه حفظ جان خودش، زنش را در زمانی که فکر میکرد و مشخص بود و یه عده وحشی داشتن کری میخوندن پشت در، فرستاد پشت در، نشست نظارگر بود که زنش رو به شهادت برسونن، خودش و کم کم 3-4-5 نفر از بنی هاشم توی خونه ای که اندازه همین استودیو ما، یعنی شاید نصف استودیوی ما هم باشه، ما میگیم اندازه استودیو، یعنی همه جاش داره میبینیم، یعنی اینجا در استودیوه، کسی اون ته نشسته باشه میتونه اون در استودیو رو ببینه. حضرت علی میدید که همسرش رو کشتن و نرفت سراغ اونها، خودش نرفت در رو باز بکنه، نگفت فاطمه بشین، ما و بنی هاشم این 4 تا مرد اینجا نشستن، اونها وحشی میخوان آدم بکشن، ما میریم پشت در. مسئله ترس نیست و تو میدونی که مسئله چیه، میدونی ولی نمیای سراغ اون. بس تو بکن، من بهت وقت میدم، بعدش یک سوال ازت میپرسم خودت پاسخ بده، بفرما. من واقعا تشکر میکنم آقای موحد از این استدلال و توضیح خوبی که دادید. منم حرفم اینه، حضرت رسول اکرم به خاطر عزت اسلام، به خاطر حفظ اسلام و کیان به اسلام، خاطر حفظ جانشون هم و اون شب به خاطر حفظ جانشون، حضرت رسول به خاطر حفظ جانشون، جان پیامبر مساوی اسلام بود دیگه. سب کن من حرف بزنم دیگه، قرار شد من حرف بزنم. بله، پیامبر به خاطر حفظ جان خودش که همان زمان اگر حفظ جان پیامبر شد اسلام به خطر می افتاد، به خاطر همین حفظ جان کردن و حفظ اسلام کردن. حضرت علی علیه السلام و جناب عثمان رضی الله هم به خاطر همین، هم به خاطر اینکه حفظ اسلام اتفاق بیفته، همسران محترمشون رفتن جلوی در اون افرادی که معترض بودن در رو باز کردن. حضرت علی حضرت زهرا رو فرستاد، حضرت عثمان همسر محترمش نه رو نه فرستاد، نه فرستادن. نه حمله کردن توی خونه حضرت عثمان، حضرت عثمان زنده بودن، حضرت عثمان به شهادت میرسن، نه همسر ب... نه نه کن داخل داری نه کن نرفتی سراغ بحث، رفتی سراغ حضرت عثمان. حضرت عثمان به شهادت وقتی رسیدن همسرشون توی خونه بودن و زنده بودن. حضرت عثمان شورشی ها حمله کردن، سرورم عثمان رضی الله عنه همسرش نفرستاده پشت در. شما دروغ داری میگی، همسر حضرت عثمان پشت در نرفته، حمله کردن درون خونه حضرت عثمان رضی الله عنه و عثمان رضی الله عنه به شهادت میرسه، زن همسر حضرت عثمان زنده بوده.
همسر حضرت عثمان در زمان شهادت حضرت عثمان زنده بوده. حضرت عثمان کسی رو به شهادت نرسونده. حضرت عثمان در زمانش هیچ کدوم از همسرانش رو نفرستاده و هیچ کدوم به شهادت نرسیدن. تاریخ رو با من دروغ نگو، پله پله بیا ولی دروغ نگو. برو سراغ حضرت علی، سرورم علی قرار بوده بکشنش، ببرنش، بیعت بگیرن، این کار رو انجام دادن. با شهادت فاطمه زهرا انجام دادن، بی شهادت فاطمه زهرا انجام دادن. اسلام عزت پیدا نکرد به قول شما بعد از حضرت علی رضی الله عنه، و از در علی تا آخرش همینطوری با خلفای راشدین همکاری کردن. پس مقایسه علی ابن ابی طالب شما، نه علی ابن ابی طالب واقعی، با رسول الله علیه السلام مال فارقه. حضرت علی به ماجرا نمیپردازه. چرا داری میره تو قضیه حضرت عثمان؟ چون که نمیتونی جواب بدی. حضرت علی همسرش رو فرستاد دم در، همسرش جلوی چشماش پرپر شد، بچه در شکم همسرش پرپر شد و به هیچی نرسید. آخر سرم حضرت علی رو بند انداختن تو گردنش رو بردن ازش بیعت گرفتن بر اون حضرت علی که شما دارید میگید. یعنی کدوم عزت؟ رسول الله علیه و سلام حفظ جان میکنه، هجرت میکنه، عزت میده به اسلام. کدوم عزت؟ حضرت علی که بالاخره، حضرت علی شما رو که خرکشش کردن، نه حضرت علی واقعی. حرف آخر، شما میخوای یک مثلا مخالفتی با جمهوری اسلامی داشته باشی، ماموران سپاه، اطلاعات سپاه پشت در دارن کری میخونن، آقای اسمشون کی بود؟ آقای یاشار، بیا میخوام بکشیمت، بیا باید بیعت بکنی به خامنه ای، وگرنه گردن تو میزنیم، وگرنه اعدامت میکنیم. تو اون گوشه میشینی میگی خانم برو تو درو باز کن که بعد منو خرکش کنن ببرن بیعت بگیرن از خامنه ای و از من. این عزتی که شما به اسلام مثلا به اون مثلا راحت اینطوری عزت میدی، همسرتون رو بکشن بعد شما رو ببرنتون. بفرما حرف آخر با شما، بعدش این تماس بعدی رو میگیریم. بفرما. ممنون آقای موحد. من سوالم اینه، برای چه علتی اومده بودن دم در حضرت علی؟ چرا اومده بودن که از حضرت علی بر اساس افسانه شما بیعت بگیرن با خلیفه به زور و گرفتن؟ خب چرا باید حضرت علی چرا نرفته بود بیعت کنه و گرفتن؟ چرا صحابه میخوای بحث رو عوض بکنی؟ والله که نمیذارم بحث رو عوض بکنی. میخوای بحث بری سر بیعت؟ نه. اون بحث هم میتونم با شما سر یک برنامه متفصل بکنم. بیا سر اینجا، بیعت میخواستن به زور بگیرن از علی ابن ابی طالب، بند به گردنش بندازن و انداختن و بردن و بیعت گرفتن. بفرما. نه میگم چرا رفته بودن دم درش؟ چرا صحابه رفته بودن خونه حضرت عثمان حمله کرده بودن؟ صحابه رفته بودن خونه حضرت علی حمله کرده بودن؟ دم در حضرت عثمان علتش چی بوده؟ اینو باز کن. صحابه نخواستن برن دم در حضرت عثمان. من بحثو نمیبرم سر یه ماجرای تاریخی دیگه. وقتی اگر نمیتونی پاسخ بدی به حضرت علی، بگو نمیتونم پاسخ بدم، میخوام در مورد شورشیان دوران حضرت عثمان صحبت بکنم. اگر میتونی بیا در مورد حضرت علی صحبت بکن. حضرت عثمان نه صحابه درش رفته بودن، شورشیان بودن، شورشیان هم از جای دیگه اومده بودن. علی ابن ابی طالب هم حسن حسین رو گذاشته بود برای اینکه مراقب در خونه خلیفه باشن و در نهایت شورشیان قدرتشون بیشتر بود، رفتن تو خونه و از عثمان رو کشتن. همسر از عثمان هم دم در نرفت، همسر از عثمان هم به شهادت نرسید. این تمام ماجرای از عثمانه. خب شما بیا در مورد موضوع صحبت بکن. ماجرای از عثمان رو بستم. یک بار دیگه نری سراغ ماجرای حضرت علی ابن ابی طالب و مثالی که خودم بهت زدم. تو در خونه نشستی، وزارت اطلاعات میخواد بیاد تو رو خرکش کنه ببره و خرکش میکنه و میبره، چرا همسرتو میفرستی پای در؟ این رو به من جواب میدی؟ میدی. ندادی میرم سراغ بیننده بعدی، داره زنگ میزنه. آقای موحد بفرمای. آقای یاشار عرض میکنم خدمتت که آقای موحد، اینا این مسلمان های صدر اسلام چرا رفته بودن دم در حضرت علی و دم در حضرت عثمان؟ اینو توضیح بده. دم در حضرت علی رفته بودن برای اینکه حضرت علی از مسلمان های خونخواری که طبق تاریخ شما از اسلام حضرت علی باهاشون بیعت نمی کرد، میخواست حضرت علی رو خرکش بکنن، بند به گردن علی ابن ابی طالب شیر خدایی که شما میشناسید بزنن، ببرن و به زور ازش بیعت بگیرن. این مسلمان ها از اسلام در رفته بودن، کافر شده بودن و میخواستن به زور از حضرت علی که خلافت بر حق مال اونشون بوده ازش به زور بیعت بگیرن و گرفتن. بله آقای یاشار. عرض میکنم خدمتت، میگم که خب
دلیل نگفتی. چرا دارم دم در حضرت عثمان رفته بودن این مسلمان ها؟ دم در خونه حضرت عثمان چرا؟ نرفته بودن، دم در خونه حضرت عثمان اصلا حضرت عثمان سه خلیفه بعده، خبر داری؟ داری به درماش صحبت میکنید؟ به خاطر بیعت نبوده، یه سری شورشی شورش کرده بودن تو مدینه، هیچ ارتباطی هم به قضیه چرا حضرت شورش علی کرده؟ نداشته، هیچ ارتباطی به موضوع برنامه چرا نداره. شورش کرد؟ چرا؟ چرا شورش کرده بودن؟ خدا نگهدار. شیب شیب شورش کرده بودن. شیب چیه؟ جنگران ملی. چرا شورش کرده بودن؟ چرا در کوزه بازه؟ چرا گوش خر درازه؟ نمیتونی جواب بدی، داری به پرت و پلا افتادن میبودی. هیچ بینندگان به خدا قسم من بودن، یه ده بینندگان فیلم کنن که حتما یه ارتباطی بالاخره وجود داره به نزد علی و حضرت عثمان. هیچ ارتباطی نیست دا. مثلا این میتونست بگه چرا جنگ جهانی دوم مثلا هیتلر فلان کارو کرد. این مثل همینه.